سلام خوش اومدیم به کانال یوتیوب کریپتو فارسی بالاخره امروز بعد از مدت تقریبا زیادی تونستیم یک کندل سبز چند درصدی برای بیت کوین و بقیه ارزهای دیجیتال ببینیم اما امروز قراره در مورد همین موضوع صحبت بکنیم بعد میریم سراغ صحبت درباره اینکه ماه اکتبر چه اتفاقی میتونه برای بیت کوین و بقیه ارزهای دیجیتال بیفته و بعدش هم طبق قولی که بهتون دادم میریم و یه ارز دیجیتال با مارکت کپ نسبتاً متوسط اما پتانسیل بالا و خب طبیعتا ریسک بالا بهتون معرفی میکنم پس اگه موافقی ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب بدم ویدیو با من همراه باشین اگر ریا نباشه این سقف خونمونه که کندلای سبز زش زده بیرون <تصفح> اما اینو که شوخی کردم اگه بخوایم یه ذره جدیتر به بازار نگاه کنیم میبینیم که بالاخره بعد از تقریبا مدت ها تونستیم یه کندل سبز چند درصدی ببینیم توی بازار ارز دیجیتال آره دیگه تقریبا تو ماه سپتامبر که اینجوری نداشتیم به این بزرگی توی برمیگرده به قبل از سپتامبر و این برای ما که این همه توی این بازار رنج بودیم خب یه مقدار خوشحال کننده است دیگه اما بقیه ارز دیجیتال هم اوضاعشون خوب بوده توی مخصوصا روزانه مثلا سولانا و رون پاسچین توکن آر بی اینا اوضاع خوبی داشتن نسبتا همه خیلی کم پیش میاد انقدر تمام ارز دیجیتال سبز باشه به جز دو سه مورد لینک و ام آر و چند تای دیگه در این ماهایی که تو بازاریم جای خوشحالیه اما یه موضوعی هست خیلی توی بازار ارز دیجیتال جا افتاده به اسم اینکه خب این ماههای سال و بازدهی هر ماه رو نشون میده از سال 2014 که مثلا تو هر ماهی قیمت بیت کوین چه تغییراتی داشته اما توی اکتبر همینجوری که میبینین بیشتر تا حالا سابقه ای که بیت کوین داشته بیشترش همه مثبت بوده به جز دو مورد بقیه سالهای گذشته تمام ماهای اکتبر سبز بوده و نسبتا سود خوبی هم رسونده برای همین خیلی به ماه اکتبر میگفتن میگن اپتوبر یعنی مثلا به سمت بالا میره اینجوری هم که الان بیت کوین و بقیه ارز دیجیتال شروع کردن بازار رو به نظر این ماه میتونه با یه کندل مثبت سبز بسته بشه حالا بعد دید که تو ادامه چه اتفاق میفته ولی تا اینجا که خب همه چیز خوب بوده و نشون به اون نشونیه که آپتابر هم انقدر خوب بوده که حتی یه فیلم هم ساخته مثلا یه فیلم ممه که ببینیم با آره انقدر خوب بوده تا حالا ماهای اکتبر که این کارم کرده البته من خودم هیچ وقت دلم نمیخواد اینجوری به بازار نگاه کنم بگم خب چون مثلا تا الان اگه مثلا هشت بار ماه اکتبر سبز بسته شده پس حتما این بارم ماه اکتبر سبز بسته میشه من اینجوری خیلی دوست دارم نگاه بکنم ولی خب به این اتفاقی تا الان افتاده و اینکه خب بعضی هم استفاده میکنن و حالا جوابم میده دیگه اما یه سری بزنیم اگه بخوایم یه ذره بلند مدتتر به بیت کوین نگاه کنیم یه چارتی رو کشیدن که تعداد روزایی که بیت کوین تو حالت فاز انباشت یا فاز فشردگیه و زمانی که بیت کوین حالا از این فاز انباشت میاد بیرون میدونم کیفیت این تصویر یه مقدار کمه برای همین مجبورم که شفاهی هم بهتون توضیح بدم مثلا میگه که تو دوره اول حدود 360 روز طول کشید تا از این ناحیه که حالا مستحیل شکلی نمیدونم شما میبینین یا نه بیاد بیرون و بعد از اینکه از این ناحیه اومد بیرون چه رشد شدیدی رو کرده دوباره تو دو دوره قبلی حدود 539 روز طول کشید که هیچ تغییری نمیکرد بعد یوها اینقدر رشد کرد و دوره قبلی هم 518 روز طول کشید که مثلا نوسانهای کوچیک داشت بعد انقدر شدید و حالا الان تو این دوره هم حدود 500 روز هستیم و بعدش حالا میتونیم انتظار داشته باشیم که شاید این اتفاق دوباره برامون بیفته و احتمالش هم زیاده که بیت کوین بتونه رشد قیمت خیلی شدیدی داشته باشه یه ویدیو ساخته بودم هم به اینکه بیت کوین چه رشد میکنه که حالا اگه پیدا کنم اینجا براتون میذارم رو. که گفته بودم بیت کوین شبیه درخت بامبو رشد میکنه یعنی این چند سال درخت بامبو رو بعد از اینکه میکاری تو خاک میمونه هیچ رشدی نمیکنه این انرژی رو جمع میکنه جمع میکنه یعنی در واقع ریشه رو توی زیر خاک ریشش رو پخش میکنه ولی تو رو سطح شما هیچی نمیبینی بعد تو مدت مثلا یک سال یه خب چند متر چند ده متر رشد میکنه برای همین این بیت کوین هم تقریبا شبیه به اینه یعنی الان داره رو محکم میکنه که قیمتی زیاد بشه حالا چرا این حرف میزنم این حرف فقط روی چارت نیست شما نگاه کنید وقتی شرکت های بزرگ رو می مثل شرکت تتر شرکت ماکرو استراتژی و بقیه شرکت ها که اینا دارن هر ماه بیت کوین میخوان کاری ندارن به این کار که ارزون گرونه مثلا شرکت ماکرو استراتژی گفته که 700 میلیون دلار میخواد رو سهامش و وسیقه سهامش بیت کوین بخره که 200 میلیون دلارش همین چند روز پیش خرید و بقیه هم میخواد بخره یعنی 500 میلیون دلار دیگه پول کمی نیست یا تتر سودی که به دست میاره رو بیت کوین میخره خیلی از شرکت ها هستن که و انسان ها و خیلی از صندوق های سرمایه گذاری هستن که رو بیت کوین حساب میکنن و مدام میخرن حالا اینکه قیمت تکون میخوره نمیخوره اینا کارشون رو انجام میدن از طرفی هم ETF های اثبات بیت کوین برای اینکه بتونن مجوز بگیرن خب اینا الان منتظر مجوز SEC هم خب ولی به این معنی نیست که بیت کوین نخرن چون تو ETF اسپات اون کسی که میخواد خدمات خرید و فروش ارائه بده بعد بیت کوین داشته باشه که بتونه این خدمات رو ارائه بده برای همین از قبل شروع میکنن به خریدن دیگه اینجوری نیست که ل... ساب کنن موقعی که تایید و به اشتیاق اس تازه برن بخرن بیت کوین به خاطر همین احتمالاً خیلی از اینها بیت کوین خریدن حالا درست که موضوعات منفی هم ممکنه وجود داشته باشه ولی به هر حال این حجم از موضوعات مثبتی که من میبینم یعنی فاندامنتال های قوی که به مرور زمان رو قیمت اثر میذارن ولی به شدت قویان این همه اینا نشون دهنده اینه که تو یه جایی میتونیم از این حالا فاز انباشتی که داریم در بیایم و وقتی از این فاز در اون وقتی که یوهوی رشد خیلی شدیدی رو تو بازه زمانی کمی انجام میده و وقتی این اتفاق بیفته خیلی ها بالا الان به من شمای که تو این بازاریم خیلی ها میگن خوش شانس بودین خیلی ها میگن که دری به تخته خورد یا مثلا چه میدونم یه اتفاق خوب برش افتاد یا مثلا دارایش رفت تو سود خیلی ها این حرفا رو میزنن ولی نمیدونن که چه چیزی از ما پاره شده چه پایی از ما زخمی و پاره شده به اینجا رسیدیم من فکر می کنم که یه همچین اتفاقی امید و امیدوارم که یه همچین اتفاقی برام بیفته و احتمال خوبی هم میدم که یه همچین اتفاقی میتونه برامون بیفته حالا اینکه چقدر دیگه میرسیم به اونجا باید سب کنیم و ببینیم اما خب حالا این مال بحث یه مقدار فاندامنتال بود ولی طبق حرفی که بهتون زده بودم قرار بود که هر هفته یه کوین یا توکنی رو بررسی کنیم و معرفی کنم هفته پیش فکر کنم XRP و چین لینک رو بررسی کردیم این هفته قراره که رول بیت رو بررسی بکنیم اما اینو یادتون باشه این معرفی که من بهتون میکنم به این معنی نیست که این کوین یا توکن خوبه یا بده یا بخرید یا نخرید صرفا یه معرفی که شما با این پروژه آشنا بشید من خودم میگم خرید کردم یا نکردم ولی من خیلی چیزای دیگه هم خریدم و خیلی از وقتا سرمایه گذاری مثلا سود نداده خیلی وقتا ضرر داده خیلی وقتا هم سود داده حال این یه معرفیه که بعدا خودتون میتونید تصمیم نهایی باشید مخصوصا راجع به این کوین چون که مارکت کپش نسبتا مارکت کپ کوچی که حالا نگیم متوسطیه برای همین ریسک زیادی داره ولی خب میتونه سود خوبی هم برسونه بهتون حالا من معرفی میکنم به صلاح دید خودتون اگه دوست داشتید میتونید بازم بیشتر در موردش فکر میکنید حالا رول بیت چیه چند وقت پیش یه دسته از دیدین دیگه هر وقت تو بازار ارز دیجیتال هر چند وقت یه بار یه دسته از یه کاربری از ارز دیجیتال گل میکنه حالا یه زمانی AI آی بود یه زمانی مم کوین بود یه زمانی گیم بود تقریبا چند ماه پیش یه دسته گل کرد به اسم دسته گمبلینگ و کازینو ها. یعنی اینا کوین ها و توکن هایی بودن که مال کازینو ها بودن من اون موقع یه مقدار راجع به این رول بیت و چند تا دیگه مطلب خوندم اما خب به نظرم انقدر خوب نمیومد چون من خودم زیاد دوست ندارم کازینو رو خود استفاده کردن از کازینو رو ولی به هر حال توکنش برام جالب بود و درآمدهای خوبی هم دارن انصافا کازینو اما چی شد که علاقه من شدم از زمانی که اینا اومدن یه مکانیزم سوزوندن توکن گذاشتن حالا رول بیت چیه رول بیت یک کازینو و به اضافه یک صرافیه که قابلیت فیوچرز هم داره یعنی به جز کازینوش صرافی هم دارن که هر کسی میتونه با ارزی دیجیتالش بره تو صرافی معامله بکنه یا تو کازینو بازی بکنه و از خدماتشون استفاده بکنه دیگه من تبلیغاتش رو نگاه میکنم توی توییتر جای مختلف تبلیغات خوبی داره تیمش همش در حال مذاکره با بقیه افراد سعی میکنه که بالاخره برندشون رو بیاره بالا از لحاظ تبلیغات خوبه از لحاظ خود سایت هم با هم بریم ببینیم خود سایتشو چون من از سرور هلند استفاده میکنم به من دسترسی نمیده من خودمم اهل کازینو بازی کردن زیاد نیستم حالا به هر حال یه امکانات خوبی داره مثلا شرط بندی ورزشی داره نمیدونم بازی های مختلف کازینا رو داره پوکر داره بلک جک داره رولت داره نمیدونم این امکاناتی که بالاخره کازینوهای آنلاین باید داشته باشن که آدم میتونن ازش استفاده بکنن و حالا به هر دیگه اما گفتم بهتون که چیزم داره صرافی هم داره صرافی ارز دیجیتال که باز بازم من نتونستم استفاده بکنم و ازش هم استفاده نکردم تا حالا اما چیزی که خیلی برای من جالب شد که اصلا بخوام بیام روی این پروژه سرمایه گذاری بکنم مکانیزم سوزوندن توکن هاشون بود که تقریبا نزدیکی یه ماه خورده ایه معرفی کردن این مکانیزم چیز جدید و تازه ایه این مکانیزم چیه این مکانیزم گفته که آقا ما میایم از درامدی که صرافی ارز دیجیتالمون داره درامدی که شرط های ورزشی داره و درآمدی که حالا بازی های کازینو داره حالا یکیش ده درصد یکیش پنج درصد یکیش درصد،, یکیش درصد میایم اینا رو م... میسوزونیم یعنی از این درآمد میایم توکن توکن های RLB که داریم رو میسوزونیم این باعث شد که یه مقدار من به این پروژه علاقه مند بشم یه مقدار که نه خیلی خیلی به این معنی نیست که زیاد خریدم ازش و به این معنی که راضی شدم که بالاخره یه مقدار ازش بخرم الان تو خود همون صرافی که بیان یه قسمت داشبورد داره که نشون میده که چقدر درآمد داشته کازینو مثلا این درآمد سی روزه کازینو که حدود 25 میلیون دلار درآمدش بوده این هم درآمد صرافی فیوچرزشونه این هم درآمد اسپورت شونه خب یعنی بازی ورزشیشون طبق اون درصدی که گفتن تو سی روز گذشته حدود 5 میلیون دلار اومدن توکن رو خریدن که شده حدود چهل میلیون کوین توکن RLB بی چهل میلیون توکن آر رو خریدن و سوزوندن این سوزوندن میتونه اگه ادامه دار باشه میتونه واقعا توی قیمت ارز تاثیر بذاره مخصوصا چرا؟ مخصوصا که این تقریبا 5 میلیونی که سوزوندن 5 میلیون دلاری که سوزوندن حدود یک در بیشتر از یک درصد یک درصد از مجموع کوین های در گردششونه اگر نگاه بکنین حالا به قیمتم بریم تو سایت کوین مارکت کپ از چند ماه پیش که این پروژه لانچ شد تا قیمت حدود 20 سنت هم رفت الان دوباره قیمتش حدود 13 سنته من فکر کنم اگه این ماجرا ادامه دار باشه میتونه تاثیر مثبت بذاره رو مخصوصا که حالا شما شاید خیلی از پروژه مکانیزم داره مثلا بی داره نمیدونم همین اتریوم حالا به نحوی داره ماتیک داره خیلی از پروژه ها مکانیزم برن داره اما این پروژه اولا که همه توکناش به بازار عرضه شده دوم که مقداری که داره برن میکنه خیلی زیاده مثلا یک, در... یک... بیشتر از حال یک درصد بیشتر از یک درصد در ماه رقم خیلی زیادی شاید پروژه های دیگه مثلا یک پنجم این رو بسوزونن در ماه برای همین انتظار میره که اگه این صرافی بتونه درآمد بیشتری هم تازه داشته باشه صرافی اسلش کازینو اسلش نمیدونم همه چی بتونه بیشتر مطرح بشه و درآمد بیشتری داشته باشه این توکن و به همین روال بخوان بسوزونن توکن ها رو میتونه خیلی به نظر من تاثیر خوبی بپذیره اینا همش چیزایی که من به صورت پابلیک یعنی شما میتونید بخونید حرفایی که خود صاحب پروژه زده یا مثلا توی وایت پیپرشون نوشته یا این ور, ور گفته شده اما اینکه حالا چقدر از این مقدار دست چقدر مقدار برای سوزوندن توکن خودشون استفاده میشه یا چقدر میخوان یا به بازار عرضه کنن نکنن اینا چیزایی که هیچکس نمیدونه با مطالعه و خوندن از طریق اینترنت و تحقیق نمیشه بهش رسید برای همین به نظر من با اینکه حالا این پروژه خوبیه ولی حتما باید با احتیاط و با یه مقدار از پیش تعیین شده و یه درصد کمی از چون رو برای این موضوع اختصاص بدین. یه سری نکات مثبت داره، یه سری نکات منفی. مثبتش که بهتون گفتم که پتانسیلی یعنی داره که درآمدش بیشتر بشه. برای همین خوب میتونه کوین بیشتری بسوزونه. آه، یه سری نکات منفی هم داره که نباید همینجوری از کنارش بگذاریم نکات منفیش چیه؟ نکته منفیش اینه که خب از اونجایی که این صرافی و اسلش کازینو حالا من هر میگم صرافی شما دیگه بقیهش بگیر اسلش کازینو اسلش از اونجایی که خب توی بحث کازینو و گمبلینگ و قمار داره فعالیت میکنه احتمال داره که تو لیست شدن توی بعضی از صرافی یه مقدار سخت باشه همینجوری هم که الان میبینین تو خیلی از بیشتر توی صرفی یونی داره و صرفی های متمرکز زیادی هنوز لیستش نکردن خب از طرفی میتونی یه پتانسیل باشه که مثلا یه صرفی بزرگ اگر این توکن یا کوین رو لیست بکنه قیمتش میتونه بره بالا از طرفی هم خب این که لیست نشده اولا که خب یه مقدار ما رو تو هم بحث قانونگذاری شدن و قانونگذاری بودنش بعد یه مقدار بیشتر فکر کنیم و یکی هم که حالا به هر حال اصلا ممکن لیست بشه یا نشه به هر حال این چیزاییه که بعد حتما حواستون بهش باشه مجوز داره این صرافی یه مجوز توی قبرس داره یه مجوزم هم... یادم نمیاد توی کجا اما دو تا مجوز داره مجوز تو دو تا کشور که داره طبق اونا فعالیت میکنه و اینکه حالا این دسترسی کمش من من خواستم بخرم دیگه نرفتم توی یونی چون مقداری که میخواستم بخرم نسبتاً کم بود رفتم توی صرافی ال بنک توی صرافی ال بنک میتونید بخریدش و حالا بهتون میگم چه جوری من خود آمدم تو ال بنک حدود چهل دلار از این پروژه خریدم ممکنه یه مقدار دیگه بخرم ممکنم نخرم ولی از موقعی که من خریدم اولش از تقریباً حدود 10 سنت بود رفت و 10 سنت هم رفت بعد دوباره الان برگشته حالا مثلا تو همون حدود 13 سنت میخوام بگم که نوسانش زیاده برای همین حالا من یه مقدار خریدم یه مقدار دیگه ممکنه بخرم اگر میخواید بخرید اگرم میخواید از البنک بخرید من یه لینکی بهتون میدم مال صرفی البنکه سی نفر اولی که برن از این لینک استفاده بکنن یعنی عضو بشن تو صرافی 5 دلار بهشون بونس فیوچرز میده که میتونن ازش به عنوان کارمز تراکنش استفاده کنن یا میتونن باش پوزیشن شورت یا لانگ باز کنن یه تایم داره فکر کنم یه هفته این طور است. بعد از اینکه عضو بشین 5 دلار فیوچرز رو بهتون میده این به سی نفر اولی که عضو بشن تعلق میگیره یه بونس دیگه داره که کسایی که عضو میشن و یه پولی رو دپازیت میکنن توی قسمت فیوچرز صرافی یعنی توی اسبات دپازیت میکنن انتقال میدن به فیوچرز تا ده اکتبر اگر این پولشون رو توی صرافی نگه دارن ده درصد از اون پول و البته یه معامله باید حتما باز بکنن تو مورد قبلی اصلا احتیاج به معامله نبود ولی تو این مورد باید حتما معامله باز بکنن ده درصد از پولی که وارد میکنن اون تا سقف 100 دلار بهشون کشبک میکنه یعنی چی یعنی مثلا اگر چه میدونم 400 دلار واریز میکنید به فیوچرز میاد چهل دلار رو بهتون بونس میده که اونم بونس خرید و فروش و بونس تخفیف روی کارمزده اونم تایم داره ولی میتونید ازش استفاده بکنید یا میتونید پوزیشن شورت بگیرید باش لانگ بگیرید هر کاری که دلتون میخواد میتونید انجام بدید ولی باید حتما اولا که دپازیت بکنید توی فیوچر دوم که باید حتما یه خرید و فروشی بکنید و بونس سوم هم داره که بسته به خرید و فروشی که میکنید از استخر جایزه‌ای که داره یه جایزه بهتون تعلق میگیره اینم برای این توی قسمت اثباتش هم اگه میخواید این توکن رو حالا به این نتیجه رسید که بخرید میتونید به همینجا سرچ کنید آر بی براتون میاره و میتونید بخریدش پتانسیل زیادی داره درسته ولی ریسک زیادی هم داره درصد کمی از سرمایه‌تون اختصاص بدید خب اینم ویدیو امروز امیدوارم که براتون جالب بوده باشه و اگه اینطوری بود ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب به من انگیزه بیشتر به ساخت ویدیو بهتر بدید مرسی از اینکه تا اینجا با من همراه بودین تا ویدیو بعدی خداحافظ